حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل اول دیوان حافظ، تر تقریبا بلکه تحقیقا همه چاپ ها. الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه کاخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب زلف مشکینش چه خون افتاد در دل ها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آری، نهان کی ماند آن رازی کزوم یا کزان سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها. این غزل شاید مشهورترین غزل دیوان حافظ باشه. عموما شعرهای مهم اون اشعاری که اول دیوانشون هست خیلی معروف میشه و خب آدم ها بیشتر خوندن، و تو ایران هم که کارا ناتمامه اون اول به گوش همه میرسه. در رمان‌های خارجی هم مثلا اون در جستجوی زمان از دست رفته که از رمان‌های مفصل قرن بیستم و حتی بعضی میگن بهترین رمان قرن بیستمه، اون صحنه اولش که یه کلوچه یا یه بیسکویت یه شیرینی خاصی در دهنش میذاره و یه چیزی برش تداعی میشه رو بارها و بارها و بارها بهش استشهاد کردن، و به همین ترتیب مثلا بشنو این نیچون شکایت میکند، یا به نام خداوند جان و خرد و امثال اون. اینا چون در اول دیوان اشعاری بوده که خیلی خونده میشده، نزد مردم خیلی شهرت پیدا کرد. خب در این مورد هم یه نکته ای که هست اینه که ما در ایران کار نیمه تمام زیاد داریم، و اون اولش هم هنوزم این مرض رو داریم. اون اولش این طرح‌های بزرگ رو برمی‌داریم و بعد میمونیم زیرش. این گفتم بارها این دایره المعارف هایی که در ایران چاپ شده بسیاریش نیمه کارمون. این دانشنامه ایرانیکا مثلا که قبل از انقلاب بود که مرحوم یارشاطر، استاد یارشاطر کار میکردن، این موند نیمه کاره. بعد برای همینم بعد دانشنامه جهان اسلام اصلا الف نداره، گفتن بزن بقیهش رو چاپ کنیم بعد بریم سراغ الفش. کمان که الانم دو تا دانشنامه خیلی مهم داریم که هر سالی بخشش در میاد و متاسفانه اینا جفتش از اول شروع کردن و اون آخرش هنوز نیست. من همیشه میگم شما اگر بخواید مثلا برای بهار، ملک و شعر و بهار تحقیق کنین، من 20 جا رو بهتون معرفی میکنم که برین تو دانشنامه ها نگاه کنین و جای مختلف. اما برای مثلا تحقیق درباره یحیی جا کمه، برای اینکه دانشنامه مونده و چاپ نشده و اینا. و یه دانشنامه ای هم اون علامه امین چاپ کرده که معروف، انگار مثلا 12 جلد 10 جلدش حرف الفه، بعد اون 2 جلد بقیهش دیگه بقیه حروف الف باز. حتی لغتنامه ده خدا هم همینجوره، یعنی بخش حرف یه ده خدا، حالا معلومه کلمات با یه کم تره، ولی اصلا حجم یه ده خدا ربطی به اون الفش ربطی به یه نداره. بعدم اون فرهنگ لغات بزرگ فارسی هم همینجور، اون فرهنگ جامعه زبان فارسی هم همینجور، این الفاش در اومده بقیهش در نمید.
و راستش یکی از دلایلی که به من خیلی میگفتن چرا این غزل رو شرح نکردی، چند تا دلیل داشت، یکیش همین بود. من میگفتم آقا بذارین اواسط و اواخر دیوان حافظ رو بخونیم، چون آدم ها اولش اولا بیشتر خوندن، ثانیا شعرهای زیادی هست درباره همین الهی ایها الساقی. دکتر زرین کوب جداگونه شهر داره، دکتر پورنامداریان در کتاب گم شده لب دریا 130-140 صفحه شهر براش نوشتن. شهرهای اختصاصی حافظ که خب دارن، مثلا دکتر حمیدیان هم حدود 30 صفحه درباره این غزل شهر نوشتن، که بعض غزل ها رو خب خیلی کمتره، البته معلومه بعض غزل ها بیشتر شهر داره بعضی کمتر، ولی میخوام بگم یا مثلا اون شرح آقای محمد علی زیبایی که 100 غزل اول دیوان حافظ رو شرح کرد بقیهش موند. برای همین من یه همچین چیزی تو ذهنم بود که آقا بذار ما اون اواخرش رو بخونیم، ولی خیلی ها پیغام دادن و به خصوص این کلاس هایی که الان میشنوید شما ادامه دوره های حضوری ماست. ما در دوره های حضوری که از بیش از 10 سال پیش شروع کردیم حافظ رو یه دور کامل خوندیم و به من هی میگفتن چرا اون اولش رو نمیخونی، و دیگه چون خیلی دوستان اونا رو شرکت کرده بودن و دفعه دومی بود خیلی از اون غزلیات رو میشنیدن، برای همه من گفتم که خب اون حق اونایی که اون زمان از وسط اومدن زایل نشه و دیگه از اول شروع کردیم. اینم بگم که این غزلم اینقدر پیچیدگی داره و اینقدر غزل مهمیه که شاید یه جور حراسی هم در ناخودآگاه من بوده همیشه از شرح این غزل و خیلی سمتش نمی رفتم. یعنی من برعکسم، اون غزل های آخر و بعضیشو شاید 7-8 بار در کلاس ها در دوره های مختلف شرح کرده باشم، ولی این غزل رو کمتر، چون خیلی خیلی غزل مهمیه و بسیار پیچیدگی داره و میگم شاید در ناخودآگاه هم یه جور حراس هم نسبت به این غزل داشتم. یه نکته دیگه این که ببینین، اینو توضیح دادیم که غزلیات حافظ و بسیاری دیگه از شعرها متاسفانه از قرن حدود 7 دیگه باب شد که تبویب کنن، یعنی باب بندی کنن به صورت الفبایی و الف به همینجور برنجل، که درباره این توضیح دادم اینجا دیگه مکرر نمیکنم. و این غزل قاعدتا در دیوان حافظ باید اون اواخر الف می اومد، چون های دیگه، یعنی الف قبلش ه، بنابراین اون آخر باید می اومد نه اولین غزل. مثلا قبلش همون حالا غزل بعدی که سباب لطف بگو آن غزال رعنا را، یا صلاح کار کجا من خراب کجا، بلاز الف بای اونا مقدم بود دیگه. ولی به صورت عجیبی در همه نسخه های خطی که تا الان من دیدم اولین غزل دیوان حافظه، و گویا در چاپا هم در همش اولین غزل دیوان حافظه، و گفتن این یه اهمیتی داشته قاعدتاً که اینجوری اومد. البته تنها استثنایی که من دیدم در چاپ شاملوه که به لحاظ الفبایی درست آورده، یعنی آخرین غزل بخش الف آورده، ولی که اون نظمی که حالا میگیم و به هم ریخته، یعنی اون در واقع اون منطق درونی رو به هم ریخته که همه جا اول بوده و روال بوده و دلیل داشته که اول باشه. دو تا نکته ریز بگم. یکی این که قدما درست الفبایی هم بخش بندی میکردن، ولی اینجوری نبوده که خیلی هم دقیق باشه. یعنی این اشکالم به شما بگم که ممکنه خیلی عذر دقیق و اشکال دقیق نباشه که چرا این اول آوردن، چون دیگه هرچی ب بوده می نوشتن، هرچی ت بوده، قافیه ت بوده، دال بوده می نوشتن. حالا خیلی در بنده این نبودن که حروف قبلیش هم رعایت کنن. ما الان الف بایی که می کنیم، خب اگر که مثلا الف رو لحاظ کنیم، حرف قبلش هم لحاظ می کنیم دیگه، که راحت تر بشه پیداش کرد. قدما نه، نهایتا دوتا حرف رو
لحاظ میکردن. یعنی این دفاع رو میشه کرد که آقا اصلا قدما حواسشون اینقدر دقیق نبوده، ولی وقتی در همه دیوان ها در صدر دیوان میاد این نکته جالب میشه. نکته دیگه اینی که دیوان حافظا همون جوری که توضیح دادیم در اون جلسات اول، که بازم عرض میکنم اینا رو اول اون 3-4 جلسه ابتدایی رو گوش بدین، بعد شرح غزل ها رو گوش بدین، همون جوری که اونجا هم توضیح دادیم، این دیوان حافظ توسط خودش که جمع آوری ظاهرا نشده اونجوری که اون محمد گلندام که جامعه دیوانش بوده گفت، ولی اینی که در همه نسخه ها اومده نشون میده یه نظمی هم در کار بوده ها، که همشون اونو گذاشتن در رأس و متوجه بودن و نشون میده که به احتمال زیاد در زمان خود حافظم حافظه به این غزل میشناختن. میدونین همه الان ما شعرهایی داریم که شهریارم یه دیوان داره به چه مفصلی، ولی تا هم میگه شهریار 3-4 تا شعرشه که میاد تو ذهن همه و به اون میشناسنش و بقیه شعرها به همین ترتیب، و احتمالاً و قاعدتاً حافظ هم در زمان خودش به این غزل شناخته میشده، بنابراین در اول دیوان اومده. و چرا به این شناخته می شده و چرا اول اومده؟ چون قاعدتا مسائلی که در این غزل بوده یه جور به اصطلاح قدما میگن براءت استحلال، یعنی یه جور مقدمه چینی برای متنی که در پیش داریم، همون جوری که مقدمه شاهنامه بسیار مهمه برای درک شاهنامه، همون جوری که مقدمه مثنوی بسیار مهمه برای درک مثنوی، اینجا هم همین جوره. یعنی مسائلی درش هست که مسئله اصلی این غزل عشقه، ولی به همراهش نگرشش به عرفان و اون مسئله باده و بیخبری که باده میاره، یعنی عرفان و شراب و عشق، در واقع دغدغه های ذهنی حافظ در این غزل اومده و مهمترینش هم عشق. همون جوری که میبینین غزل با یک مصرع عربی آغاز میشه و با یه مصرع عربی به پایان میرسه و انگار که این دوتا بین این دوتا مصرع کل اون تازه غزل هم نهفته است. یعنی انگار این دوتا یه بیت علایو ایو اصاقی عدر که اصلا منابل هامت آمات حلق من تحواد دنیا و به این غزلیات هم میگن ملمع و ملمعات. خود این اصلا ملمع به اسب و این چیزهایی که میگن که در بدنش خالهای متضاد با رنگ اصلیش باشه و مجازن به معنی اون درخشش و روشنایی و رنگ شده و خود ملمع به معنی زرندود رنگی شده اینا، برای همین به این غزلیات که عربی داره به نوعی خوان بگن که مثل اونه، یعنی آراسته شده با زبان عربی. من در این موردم توضیح دادم که با این مسائلی که بخوایم عرب و زیر سوال ببریم و نمیدونم هم به لحاظ انسانی هم به لحاظ نژادی هم به لحاظ فکری اصلا با همش من مشکل دارم و توهین به هیچ قوم و قبیله و نژادی رو برنمیتابم و اصلا زشت و نکوهیده میدونم و این مربوط به امروزش. در قدیم که یه باره یعنی ما خوشمون بیاد یا نیاد فردوسی عربی بلد بوده و پهلوی ظاهرا بلد نبود، ما میخوام خوشمون بیاد میخوام خوشمون نیاد، حافظ عربی بسیار بلد بود، اصلا باید عربی یاد میگرفتن و زبان بین المللی اون موقع بوده. بسیارم من خوشحالم که ما عرب زبان نشدیم، دستاورد ما ایرانیانه که عرب زبان نشدیم و به تبعش عرب نشدیم، ولی که در این حالم اینجوری نیست که، یعنی نه حس وادادگی دارم نسبت به عرب، نه حس که بخوام تحقیرش بکنم. و این اشعارم میبینی که بهش میگن ملمع، اصلا به همین جهت که مزین شده به ابیات عربی.
و باز چقدر جالبه که مشهورترین یا یکی از مشهورترین شعرهای یکی از محبوبترین بلکه محبوبترین شاعر ما عربیه. این خود این کافیه برای که بفهمیم ما چقدر آمیختگی فرهنگی و زبانی و اینا داریم. و علای و حساب یا همه تقریبا حفظن. از اون طرف چون شعر مشهوری بوده و وزنش هم برای موسیقی خوبه، بسیاری هم از اهالی موسیقی خوندن اینو، از اون ضربی که استاد مشکاتیان درست کرده بر روش که هم آقای بستامی خونده هم استاد شجریان خونده، تا اون باز ضربی و تصنیفی که آقای استاد ناظری خونده و خیلی های دیگه اینو خوندن. و میگم اصلا شهرتش نیاز به تذکر نداره. خب بریم سر خود غزل. الا یا ایها الساقی ادر کأسا منابلا. اول معنیشو بگیم. این الا یا ایها هر ستاش به اصطلاح ادات هشدار و حرف نداست و حرف استفتاح هم الا رو گفتن. اینا همه اینا با هم یعنی ای. اون تا در زبان ما گاهی یه چیزی رو تکرار میکنیم برای اثرگذاری بیشتر، در شعر که دیگه یه بار، ولی این الا یا ایها همش یعنی ای ساقی. ادر کأسن، ادر اداره یا اداره یعنی دایره دیگه، ادر فعل امر یعنی دور بگردان، به گردش درآور. کأسن، کأس همونه که ما در فارسی میگیم کاسه و در عربی کأس میگن و به معنی جام و جام پر از شراب هم هست. در قرآن هم هست کأسن ده آقا، باز به معنی جام لبریز از شراب. پس این ادر کأسن هم به معنی جام را به گردش درآور، هم به معنی جام پر رو به گردش درآور. سرخالی نریز، خلاص جام لبالب بده. دکتر غنی نوشته که این الف که آخر مسیحا اومده، چون تو عربی مسیحه، میگه این الف ها از عربای بین و نهرین مسیحی قبل از اسلامه و در زبان سوریانی مسیح و مسیحا میگن. و بعد گفته که الف در سوریانی در آخر کلمات علامت اسمه و در واقع حکم الف و لام تعریف عربیو داره و مثل کاسا که بعدن کاسه شده. و بعدم ایرانی ها قبل از اسلام از سوریانی های بین و نهرین گرفتن این کلمه رو و عربا اگر نه کاس میگن. دلیل این که کاسه میگن، میگه اینه که از سوریانیان بین و نهرین گرفتن. و ناول ها، اون ناله یا نوله به معنی دادن، تقدیم کردن، بخشیدن هست و تناول به معنی اصلش دست دراز کردن برای گرفتن چیزی و یا قبول کردن چیزی یا پذیرفتن و دریافت کردن، به دست آوردن. و مجازن به معنی خوردنه که ما امروز هم میگیم تناول بفرد و طبیعتا عربیه. میبینید که همه اینا رو ما تو فارسی داریم، یعنی از یا و علا و حالا ایوها رو کمتر، ولی ساقی رو تو فارسی میگیم. ادر از ریشش اداره و دور و اینا رو داریم، کأس دوباره به همین ترتیب، ناولم میگم تناول، نمیدونم نوال، نوالم به معنی بخشش و هدیه، انعام، نعمت. نواله هم به معنی لقمه و یا سهم غذایی که برای کسی میذارن که مثلا دیرتر اومده، اونم میگن نواله. یا منوال، حتی منوالم به اون دستگاه بافندگی میگن و به معنی راه و روش و اینا. پس معنی این مصرع این شد که ای ساقی جامی به گردش درآور و بنوشان و به ما بده. یه نکته ای هم بگم که اینو همین جوری که من میخونم همیشه خوندن، ولی بنده فکر میکنم که
شاید حافظ میگفته ادر کاسا، یعنی هم کأسشو، همون جوری که ما میگیم کاسه، کاس میگفته و همون تنوین رو تلفظ نمیکرد. اون وقت این واژه‌آرایی با آ تکمیل میشه، الا، یا، ایها، سا، بی، ادر کا، سا، به جای کأسن کا، سا و نا ول ها. حالا هاش هم دکتر پورنامداریان اون آخر غزل که به منزله یه ردیف اومده گفتن که یه جور مثلا آه و ناله‌ای در این غزل هست، ولی خیلی من راستش اینا رو اعتقادی بهش ندارم که حالا اینو برامون گفته و اصلا خودآگاهی داشتن بشیان. و این که میگم کاس میگفته در مثنوی هم داریم، دفتر دوم بیت 758 مولوی میگه صبح کاذب راز صادق واشناس، رنگ می را بازدان از رنگ کاس. کاس همون جام دیگه، کاسه. و بنابراین من در تصحیح خودم هم کأسن ننوشتم، یعنی نه همزه گذاشتم نه تدوین تنوین، نوشتم ادر کاسا. و حالا اول نخوندم چون یه مقداری نامرسومه، ولی به نظرم ادر کاسا میگفته حافظ احتمالا. خب الا یا ایو اساقی ادر کاسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول، نمود اول ولی افتاد مشکل ها. که اینجا چه کیه؟ که تعلیله، یعنی چرا که، چرا که عشق اول آسان می نمود یا می نمود ولیکن افتاد مشکل ها. این افتادنم حالا یه ذره امروز برای ما غریب شده که چرا میگه، مثلا نمیگه پیش آمد مشکل ها. فکر نکنین برای تنگنای قافیه گفته که افتاد مشکل ها. ما امروز هم داریم اتفاق افتادن، تو خرج افتادن، به چنگ افتادن، به زحمت افتادن، عقب افتادن. عنصری میگه جدا ماند بیچاره از تاج و تخت، به درویشی افتاد و شد شوربخت. خدا حافظ میگه اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد، یا صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زینمیان حافظ دل سوخته بدنام افتاد. اینجا بدنام افتادن به معنی بدنام شدن و افتاد مشکل ها هم به همین ترتیبه، یعنی اتفاق افتادن، واقع شدن. که عشق اولش نمود یا نمود، یا نمودن و نمودن یعنی نشان دادن، گفتیم امروز به معنی فعل کمکی به کار میره، مثلا چون این نمود. ولی در حافظ و متون پیش از حافظ، حالا حافظ بازی حالت بینابین داره، ولی قبلش اصولا به معنی نشان دادن اینجا هم همینجور. عشق اولش آسان می نمود، یعنی آسان، هنوزم میگن عوام مثلا فلان چیز می نماد، جادون می نماد تو اسمان میگن، یعنی جای شما در چشم ما هست جای خالیشون. و این عشق آسان نمود اول یا نمود اول، یعنی عشق خودش رو اول آسان نشان داد. خب اینو گفتن دقیقا مقابل اون چیزیه که مولوی میگه عشق از اول چرا خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. حالا این تو مثنوی اینجوریه، عشق از اول چرا خونی بود، بعدن شده عشق از اول سرکش و خونی بود، ولی تو مثنوی اینجوری میگن. اون اول گفته که دشواره، ولی حافظ میگه که اینجوریه و این تقابل رو خیلی روش من افتادم. ولی یه چیزی به شما عرض کنم که حالا اینو گفتن، ولی و گفتن که حافظ عشق رو آسان میدیده اول، جای دیگه هم میگه که چه آسان مینمود اول، غم دریا به بوی سود، غلط کردم که این سودا به صد منظر نمیارزد و اینا. ولی خب خود حافظم باز داره اینی که عشق آسانه، یا ببخشید عشق سخته،
میگه روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست. یا عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. اونجا که عشق آسان نگرفت. خب بگم حالا اینا رو خیلی مانیفست کتاب منطق نیست که، اینا که از مون شاعران است. میگه اولش فکر کردیم عشق آسان است و خود را به ما آسان نشان داد و بعد به مشکلاتی پیش آمد. این هارم من باز در چاپ خودم سر هم نوشتم. چرا؟ چون در عربی ناول ها سر همه، خب به تبعش مشکل ها و دل ها اینا را ما باید سر هم بنویسیم که ظاهر قافیه به هم نریزه، به هم این ترتیب احمل ها اونم سر هم. بنابراین مشکل ها رو میبینین، حالا هنوز که چاپ نشده ولی من سر هم نوشتم به این دلیل. حالا ربط این دوتا مصرا چی چیه که جامی بده که عشق از اول آسان نمید؟ خب برای همین میگه جام بده دیگه، میگه جامی بده که از این مشکل برهیم تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی، به قول خودش در جای دیگه. و مسئله اینه که این باده رو باده مشکل گشا میدونه. دکتر زرین‌کوب از روز بهانه بغلی از کتاب ابرالعاشقین نقل کردن که میگه وقتی که شود کار بر ایشان مشکل، جز باده گشاده نکند مشکلشان. این باده است که مشکل ما رو میتونه حل کنه. بنابراین ای ساقی باده بریز، بریز که بدبخت شدیم و هم فراموش کنیم این مشکلات، و هم مهمتر از فراموشی همونی که عرض کردم، حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. این باده رو حافظ فقط برای فراموشی نمیخواد، حلال مشکلات میدونه. میگه این یه نگرشی به من میده، در مستی طور وراء عقل هست که عالم رو یه جور دیگه میبینم. و بارها این مضمون رو بهش پرداخته، اصلا میگه مشکل جامعه، مشکل این زاهد عبوس نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است، دماغش خشک میبینم. مگر ساغر نمیگیرد؟ این بابا خشک مغزه، باید مغزش تر بشه با باده تا اینقدر سخت گیری نکنه، اینقدر فکر نکنه دنیا این است و جز این نیست. این باده است که به تو نشان میدهد که دنیا اینقدی هم که فکر میکنی دو دو تا چهار تا نیست و این راحتی هم نیست و همه چیز آنطور که می نماید و به نظر میرسد نیست. نه خیر، باده بخور تا ببینی یه جور دیگه هم میشه فکر کرد. همه این چیزایی که تو داری و به اصطلاح امروز یا شیفت میشه یا یه جور دیگه میشه. برای همین میگه که باده بده. نکته دیگه درباره این بیت اینه که ظاهرن اول بار سودی بسنوی شارح معروف دیوان حافظ که یکی از بهترین شعرهای دیوان حافظ رو نوشته، از این جهت که عرفان بافی های بی خودی هندی نکرده همه چیز رو به عرفان رفت بده، درست معنی کرده ابیات و حالا خیلی جامع اشتباه ساوری هر حال چیز نکرده، قابل قیاس با اون شعرهای قدیم در شعرهای قدیم از همش بهتر. میگم بسیاری چیزهای غیر قابل قبول هم البته گفته این سودی، و اولین بار ظاهرن گفته که اون گفته که این شعر مال یزید ابن معاویه است و یزید گفته انا المسموم و ما اندی به تریاق ولا راقی ادر کسن و ناولها الا یا ایها الساقی. بعدن بعضی از جمله مثلا دکتر محجوب و کسان دیگه گفتن که اینو یه بحث سیاسی پشتش بوده و در دعواهای ایران و عثمانی وقتی دیدن که در بین ترکان عثمانی حافظ چقدر محبوب شده، اینو علمای اونجا درست کردن و گفتن آقا این حافظی که شما با این غزل میشناسینش، حالا هم اهمیت این غزل هم نشون میده، این حافظ اومده و
از یزید شعر آورده و بنابراین بد دینه و یه جور خلاصه خواستن از چش مردم بندازنش. باز خود سودی میگه که اهلی شیرازی و اهل شیرازی گفته خواجه حافظ را شبی دیدم به خواب، گفتم ای در فضل و دانش بیمثال، از چه بستی بر خود این شعر یزید با وجود این همه فضل و کمال؟ گفت واقف نیستی زین مسئله، مال کافر هست بر مؤمن حلال. گفت آقا اون کافر ما مؤمنی، مالش بر ما حلاله دیگه، حالا اگر شعر اون رو آوردیم خوب کاری کردیم. یا کاتبینه شابوری گفته عجب در حیرتم از خواجه حافظ، به نوعی کش خرد زان عاجز آید، چه حکمتی در شعر یزید او که در دیوان نخست از وی سراید. اگرچه مال کافر بر مسلمان حلال است و در اوقیلی نشاید، ولی از شیر عیبی بس عجیب است که لقمه از دهان سگ رو باید. و خلاصه ایراد کرده می مرحوم علامه قزوینی که واقعا موجود عجیب غریبی بوده این آدم، همون ایام یه مقاله‌ای در مجله یادگار که عباس اقبال چاپ میکرد و بعدا هم دورش دوره تجدید چاپ شد و اینها، نوشت که فوق‌العاده است و میگه که اولا احتمالا این شعرهایی که به اهلی شیرازی و کاتبی نشابوری نسبت داده اصلا بی خودی باشه و سودی این شعرها رو همجور بی خود نقل کرده و از اونا نبوده، حالا در اینش کار نداریم، ولی که ایشون اولین بار میگه که احتمال میدم که یه کار سیاسی بوده و این علمای متعصب اونجا برای اینکه حافظا از چشم ترکان اون دیار بندازن اینو ساختن. چون یزید حالا در بین همه اهل سنت میدونید که خب اهل سنت که معاویه رو عموما خیلی هم احترام میذارن و خال المؤمنین یعنی دایی مؤمنین میگن بهش، و یکی از اختلافات اصلا ایران و عربستان هم همین بود دیگه، توی سریال هم قرار شد هم عربستان دیگه اون سریال معاویه رو نذاره و از این ور ایران سر اون سریال آقای میر باقری امام علی که به معاویه توهین شده بود اهل سنت خیلی ناراحت شدن و این. ولی یزید رو کم و بیش مطرود و ملعون میدونن و جالبه، من اینه نمیدونستم چون برام سوال بود که حالا اگه اهل سنت چقدر مشکل دارن با یزید که حالا اگر بگن حافظ اینا از یزید گرفته از چشمشون میفته، و چون در ذهنم بود بعضی از اهل سنتی همچی دگرش که ما داریم بهش ندارن و نوشتن بعضی فقط استثناش بعضی اهالی شامات از اهل سنت که همون منطقه اموی ها بوده از قدیم هنوز احترام میذارن به یزید و بقیه جهان اسلام نمیذارن. و جالبه که چند تا فتوا هم از علمای سنت علمای اهل سنت نقل کردن از سنی های ترک عثمانی که میگه که در خصوص دیوان حافظ ترجمه شالو اگر بگوید که این دیوان لسان غیب است و در جوابش بگن که لسان غیب گفتن خطاست، حتی رئیس علما فتوا داده است دیوان او را نخوانند، زید مربوط به رئیس علما سوء ادب نموده. و بگوید میگه اگر یه زید و عمرو اینو پرسیدن و اون وقت زید گفت که این ام باب دهان او نیست، این فقره از ذوقیات است، در این صورت به زید شرعا چه لازم میآید؟ میگه اگر یه زیدی اینا پرسید یعنی یه بابایی یه کسی، آخ میگه جواب داده در مقالات حافظ بسیاری از حکم زائقه و نکات فائقه و کلمات حق موجود است، لیکن در تضاعیف آن خرافات خارج از نطاق شریعت شریف نیز هست، مزاق صحیح آن است که بیتی را از بیت دیگر فرق داده، سم افعی را تریاق نافع نشمارند، نعمت مبادی ذوق را احراز و از اسباب خوف و علیم احراز نمایند. میگه شعر حافظ سم افعیه، اینی که من بارها عرض کردم که زمانه خیلی عوض شده و شناخت ما هم از حافظ خیلی عوض شده و کار به جای رسیده که ما گاهی میگیم آقا فلان بیت این شرابه مادیه، میگن وای 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 به مقدسات توهین کردی. یه موقع بوده علما اصلا میگفتن این حافظ بد دینه و حالا یه دی ظاهرن هی خواستن نجاتش بدن و جوری شده که دیگه حافظ خوش شده مقدسات. تو همین خاطرات
سال 78 آقای هاشم رفسنجانی میخوندم که یکی از علما، یکی از آخونده اومده پیش ایشون و میگه خیلی ناراحت بود و میگفت که این حافظ آدم بددینیه، برای چی از تریبونای نظام میان تعریفشو میکنن؟ یعنی هنوز این خیلی جا هست، منتها اینجوری قضیه برگشته. میخوام ببینید شناخت از یه آدم در طی قرون چه تغییراتی میکنه. و در قدیم اینو من یه سخنرانی هم زمانی حسن داشتم که در قدیم مثلا حافظ و دیوانش رو به اسم خمریات و به چیزایی و ضد دین و اینا میشناختن. و حالا خلاصه اینم درست کردن ظاهرا، چون که حافظ از چشمه اینا بندازن. نکته مهمتر این که باید تو اولم بگم یزید شاعر خیلی معروفیه و دیوانش هم چاپ شده و اون موقع که علامه قزوینی حرف زده که هنوز امکانات امروز نبود در باب چاپ شدن و اینا و چاپ انواع دیوان ها، اون موقع میگه من هر جا گشتم این بیت رو به اسم یزید پیدا نکردم و درستم میگه علامه. و بیت خیلی سفتی هم نیست، یعنی مثلا همین ما اندی به تریاقن، در واقع فصیحش باید بگه ما اندی تریاقون و این ایراد و دکتر حمیدیان گرفتن. و میگم شعر یزید جالبه، شعر خوبی هم هست. و باز اینم بگم خیلی جالبه، آقای مطهری در حاشیه دیوان خودش که چاپ شده به اسم آینه جام، کتاب خیلی آبکی هم هست، اصلا بی خود اینو چاپ کردن، منم یه مقاله در نقدش نوشتم اینو که چیزای شخصیه بیچاره برای خودش نوشته، اینو برداشتن پیداست واقعا آدم ناآگاهی بودن، اصلا چیزای خصوصی و شخصی عادی نوشته برداشتن تو یه کتاب چاپ کرد. حالا خیلی عادی کنار دیوان نوشته این بیت از یزید است. یعنی ببینید چیزی که در عامه مردم باعث می شده در قرن 19 ممکن بوده باعث این ایجاد نفرت از یه شاعری بشه که چرا این از یزید گرفتی و شعر براش گفتن و جوابیه دادن و گفتن گوهر از دهان سگ گرفت و فلان و اینا، بعد یه آدم که امروز یکی از ارکان فکری اصلا سیستم جمهوری اسلام میدوننش خیلی عادی نوشته آقا بیت از یزیده، یعنی اون فکر میکرده مال یزیده، براش هم چیز مهمی نبود جالایی از اون تضمین کرد. و حتی بعضی جواب دادن که خب اون متن مهمه و حرف فرعون که میگفت من خدا هم کفر بود، ولی اومد در قرآن و خوندنش ثوابه، چون قرآن نقل میکنه دیگه که فرعون گفت انا ربکم الاعلا، گفتن این دیگه وقتی نقل شد از یادم حسابی اشکال نداره و نقل کفر کفر نیست و هزار تا جواب، ولی میخوام بدونین که چه تفاوتی بوده. و اینو میگم که اصلا اصل قضیه ظاهرا ساختگی بوده. و یه نکته دیگه این که اینم باز در شهرها نوشتن، آقای دکتر حمیدیان هم نوشتن، جای دیگه هم نوشتن که این اصلا این علا یا ایها الساقی و این وزن و اینا از قدیم بوده، اصلا نمونهش سعدی به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی، اخلاوی و احبابی زرو من حبهی مابی، مریض العشق لا گبری ولا یشکو الى راقی، قم املا وسقنی کأسا و دع ما فیه مسموما، اما انت الذی تسقا فعین السم تریاقی، که همون حالتو داره. یا این بیت از شمس مغربی که یه شاعر معاصر حافظه که میگه ادر لی راه توحیدن علا یا ایها الساقی، ارهنی ساعتا انی و انقیدی و اطلاق. یا باز این بیتو از عباس ابن احنف شاعر معاصر هارون الرشید گفتن که یا ایها الساقی ادر کأسنا و اکرر علینا سید الاشربات. سید الاشربات یعنی شراب، آقای نوشیدنی ها. یا از ابوالعباس خسرو ابن فیروز رکن الدوله، ادر الکأس علینا ایها الساقی لنذر. و حالا باز عراقی داده ادر یا ایها الساقی ارهنی زمانا من خمار الافتراقی
یا اینی که دکتر حمیدیان نقل کردن از امیر خسرو دهلوی، گفتن حسین علیه روی اینو از حاشیه استاد مینوی نقل کرده که استاد نوشتن این مال امیر خسرو دهلویه، شراب لعل باشد قوت قوت جانها قوت دلها، الا یا ایها الساقی ادر کأسا مناولها. خب این خیلی مهمه چون قبل از حافظ بوده، مونتا من در یه مقاله ای که در واقع یه مقاله نه 7-8 مقاله در نقد کتاب شرح شوق نوشتم، در شماره 5ش اینو توضیح دادم که این سهوه و این مال امیر خسرو نیست، مال جامیه و خلاصه قبل از حافظ به این صورت نیست. ولی میخوام بگم اینم یه چیز رایجی بوده و در اون مایه علایا یا ساقی در قبل از حافظم وجود داشته. خب به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش یا ز تاب زلف مشکینش چه خون افتاد در دلها. بوی و بو از چیزهای خیلی مهمه در دیوان حافظ، جای دیگه توضیحش دادم در فایل های دیگه، اینجا ما کرر نمی کنم، فقط بگم که ایهام داره. بو هم یعنی بویه و آرزو و میل چیزی، همین بویی که ما امروز میگیم، و اینجا معنی اصلیش به بوی یعنی به امیده. ولی وقتی بو میگه نافه و سبا و تره و زلف و مشکین و اینا هم میگه که به معنی بوی شامه و بوییدنی هم باشه، ولی به بوی نافه یعنی به امید در آرزوی نافه. نافه چی چیه؟ ناف به اضافه ه شده نافه، یعنی منسوب به ناف. آهوی نر ختنی یه فعل و انفعالاتی درش به وجود میاد و خون در نافش جمع میشه و این خونا رو حالت خون مردگی پیدا میکنه در نافش، میره رو سنگ ها، هی شکمش به خارش میفته، میماله خودش و این کیسه نافه پاره میشه و بوی بسیار تندی داره این نافه که میگن تا 1 کیلومتر 2 کیلومتر رو مرتقاهی میره و بعد آدم ها اینا رو جمع میکنن و با عطریات دیگه مخلوط میکنن و به عنوان چیزهای خوشبو کننده مثل اتکلون و عطر اینا استعمال میکنه. اینا بگم حالا یه چیز حاشیه‌ای، اینایی که یه میرن یه کلاس یه چیزی یاد میگیرن و همه میخوان علم و اطلاعات یاد بدن، خیلی زمان ما به خصوص باد بود میگفتن نگین عطر مردونه، بگین ادکلون، به اون زن اونا بگین عطر. این تفکیکا چرا انداختیم بی خودی؟ ما عطر داشتیم، حالا عطر عربی ها، ولی عطر یه چیز جا افتاده است، این کلمه قشنگی هم هست. حالا اینم میگم ادکلون رو بی خود وارد زبان ما کردن. حالا اگه بگیم عطر زده فلان مرد، فهم کنیم از زن اون زده، کاری نداره. نافه گشودن چی میشه؟ نافه گشودن یعنی عطر پراکندن. چرا؟ چون این نافه اگر در بسته باشه که عطرش در نمیاد که باید بازش کنی، و همیشه هم اینجوری نیست که اون آهو رو بذارن نافش به ترکه و بعد بگیرن، میرفتن خود آهو رو شکار میکردن، به قول بیرونی اصابه یا اصابه با عین میبستن، یه سربند یه دستمال میبستن بهش که این خون هم جمع بشه، میمالیدن شکمشو که اون جمع بشه و بزرگتر بشه و بعد اینو میکندن ازش و اصلا شکار میکردن. خب شکارم که بکنه، مرغ تختلاست دیگه، یه بار اینو میده و دیگه شکارش کردی. ولی خوبیش چی بود؟ این بود که عطری که در بسته باشه دوتا حسن داشت. یکی این که امکان تقلب درش نبود، چون در قدیم تقلب هم میکردن دیگه، به این کار اصلا اینقدر تقلب رایج بوده، میگفتن ناکدهی، تقلب در مشکا بهش میگن ناکدهی، و جیگر رو میسوزوندن، قاطی اینا میکردن چون گرون بوده، قاطیمون میفروخت، و اون وقت در بستش دیگه به اصطلاح پلوم آکبنده و نمیشده درش تقلب. از اون طرف
حمل و نقلش هم راحت تر بوده، چون گرون بوده، از یه کاروانی میخواستن ببرن. اینو دکتر محجوب هم توضیح میدن، تو بار انقوزه که خیلی بد بو بوده مینداختن که بوشو کسی نفهمه، چون کاروانو هم خود اینو دزدا میفهمیدن، همین که کاروان اصلا داره رد میشه، برای همین سخت بوده اونجا به جاییش و هر کدوم اینا معایب و محاسنی داشت. بنابراین نافه گشودن یعنی عطر پراکندن. حالا چرا میگه سبا از آن تره نافه بگشاید؟ تره این موی مجعده دیگه، تره در اصل اصلا اون به اصطلاح کنگورو، اون دندونایی که سر دیوار و پشت بوم و اینا میذارن، و تو مثلا آلی قاپور هم نگاه کنین داره که بارون نزنه به این دیواره، مانع باران بشه، اونو میگن تره. و بعد اون وقت به این موی تابدار جلو پیشونی هم گفتن تره. از تره چجوری میشه نافه گشایی کرد؟ در ادبیات فارسی زلف یار به خوشگویی معروفه و اگر این زلفو باز کنی انگار مشک باز کردی، نافه گشایی کردی از مشک. از اون ور سبا هم به خوشبویی معروفه. سبا بادیه که از مشرق میاد و باد مبارکیه و دربارش در جلسات پیشین توضیح دادیم. حالا این جلسه را من میخوام دیگه خیلی طولانی و فربه بشه به اصطلاح، و در اونا توضیحش رو دادیم. و میخواد بگه زلف یار، این میگن تشبیه مزمر و تشبیه تفصیل، یعنی بدون اینکه ما آشکار باشه همینجور به صورت ضمنی وسط حرفاش گفت که در ضمن زلف یارم از هم سبا بهتره هم از نافه مشک بهتره، مثل اونه تازه بهتر از اون هم هست. و سبا با این همه ادعا میاد و به زلف یار من میخوره که خوشبو میشه، گر غالی خوشبو شد در گیسوی او پیوست. من در آرزوی آن که سبا نافه ای از طره یارم بگشاید، یعنی سبا بیاد و برخورد کند به طره یار من. حالا این وسط اینم هست که تنها کسی که میتونه به حریم را یار من راه پیدا کنه باده، به بارگاه تو چون بار را نباشد بار، که اتفاق مجال سلام مافت. به امید آن چه خون در دلها افتاد، از چه چیزی؟ از تاب زلف مشکینش. من فکر میکنم حافظ اول گفته تاب جعد و بعد اصلاحش کرده به تاب زلف. یکی این که گفتن جعد، جعد یعنی مجعدم داریم ازش دیگه، یعنی تاب دار، و بنابراین با تاب شاید یه مقداری حشف بشه و تاب زلف دیگه اونو نداره. دوم زلف روانتره. سوم فه داریم، نافه اون طرف، این طرف زلف، و کلمه شاعرانه تری هم هست زلف نسبت به جعد. و دلیل دیگه‌ش هم خب نسخه های این زلف بیشتره و قدیم ترم هست. فکر میکنم اول جعد گفته و بعدن به تاب زلف تغییرش داده. تاب زلف، یه لحظه این تاب تابداری رو با ترم به یاد میاره، ولی دوباره صورت ایهامی داره. تاب اینجا اتابه. سبا میخواست بره و بخوره به تره او تا خوشبو بشه، ولی زلف او تاب کرد، اتاب کرد، دعوا کرد باش. یا اینی که پیچش زلف او مانع شد که کسی راه پیدا کنه، و چه خونها که در دلها افتاد. اون وقت خون در دل افتادن، دوباره داستان نافرم به یاد میاره که خون در دل آهوه. و ببینید چه مجموعه عجیب غریبی درست کرد. کلمه به کلمه واقعا گوهر نشانیه. به بوی خود این، به بوی، بعد تناسب بوی با نافه، بعد این کاخر که میگه که آخر، اینم آخره، آخر نیست، آخر که میگه، چه تضاد و تناسبی با اول داره تو مصرع قبلی. میتونست بگه به بوی نافه‌ای خوشبو سبازان تو رو بکشن مثلا،
ولی آخر میگه که با اول تناسب داره. بعد سبا دوباره با نافه و بوی تناسب داره و از اون طرف با طره چقدر ارتباط داره و با گشودن این زلف تابدار و تاب و زلف دوباره چه تناسبی داره. بعد مشک با همه اونا تناسب داره، خون با همه اونا تناسب داره، دل با خون تناسب داره و اصلا شبکه عجیب غریبی واقعا خلق کرده این وسط. و اون وقت این بیت تازه خودش امتداد بیت پیشینه که این مشکلاتی که در عشق افتاد همین بود یکیش، که قرار بود سبا نافعی بگشاید و چه مشکلات و چه داستانهایی پیش آمد بعدش. بیت سوم در چاپ قزوینی مرا در منزل جانانه، ولی در بقیه چاپ ها و بیشتر یعنی اکثر غریب اتفاق نسخه هست به می سجاده رنگین کن و من همینو ترجیح میدم. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. اگر پیر به تو دستوری داد، این یکی از تعالیم ثابت صوفی است که یکی این که باید پیر داشته باشی، اینجا هم بر لزوم پیر باز تکرار میکنه و تاکید میکنه، همینجور سر خود نمیشه کاری کرد. این اگر اینجوری ترجمه کنیم که هر کاری نیاز به مربی و معلم داره، این خیلی خوب تعلیمیه. ولی اگر تفسیر به این بشه که تفسیر هم شده که یه آدم ما میخوایم که هر چی گفت باید بیچون و چرا گوش بدیم، بسیار هم چیز بدیه و متاسفانه این برداشت بیشتر هم بوده در ادبیات. این رنگین کردن و دکتر حمیدیان به درستی گفتند یه تفاوت معنایی، یعنی دو جور میشه معنی کرد. یکی این که می بزن به سجاده که رنگی بشه، این معنی که میفهم، و دوم رنگین کردن به معنی مزین کردن که مثلا میگن سفره رنگینی بود، یعنی خیلی پروپیمون و مزین و آراسته بود. و معنیش اینه که اگر پیر مغان به تو گفت، اگر اون پیر دستور داد، تو سجاده را به می رنگین کن. دیگه چیزی مقدستر از سجاده کمتر داریم که همیشه هم باید طاهر و طیب باشه. ولی اگر پیر به تو دستور داد، این سجاده را هم باید رنگین کنی. پیر مقابلش، پیر در واقع شیخ دیگه، شیخ در عربی، پیر در فارسی، کلمش در فارسی پیر میشه. و اومدن در ادبیات ما یه کار خیلی جالبی کردن و گفتن پیر مغان، یعنی به جای در برابر اون پیران خانقاهی ما پیر مغان داریم. مغ در واقع اون دانشمند زرتشتی و موبد میشه. اصلا مغ و موبد و حتی ماجیک و ماجیک، این ماجیک هست می نویسن و ماجیک، ماجیک به من جادویی دیگه، این هم از همون ریشه است. و برای این که علاقه دارن در واقع از به ادبیات پیش از اسلام و بقایای ایران کهن، این به این صورت در ادبیات ما خودش رو تجلی کرده. و پیر مغان یعنی پیر می فروش. مگه شما پیر ندارین در خانقاه و در مدرسه و فقیه و اینا، اونا پیر شما، ما هم یه پیر می فروش داریم و اون هرچی بگه گوش میدیم. و اگر پیر به تو گفت که سجاده رو باید به می رنگین کنی، نگو که نه حرامه و دیگه به خصوص سجاده که دیگه اصلا، تو باید گوش بدی که، یعنی باز چرا که، همون که تعلیله که تو بیت اولم داشتیم، سالک یعنی راه رو سلوک کننده، ولی اینجا یعنی همون پیر، میشه اینجوری هم معنی کرد که سالک و همون آدم مبتدی بگیریم، بیخبر نبودم بگیریم که یعنی باید بیخبر نباشد، ولی که همون بهتره که سالک و به معنی همون پیر بگیریم. جای دیگه هم حافظ میگه چو پیر سالک عشقت به می حواله کند، پیر سالک میگه. و اینجا هم درستش همینه که
پیر سالک بگیریم، یا سر خدا که عارف سالک به کس نگفت. اونجا هم سالک به معنی مبتدی نیست، به معنی منتهیه. امروز هم هست که یه بزرگی مثلا مرجع تقلیده میگه من طلبه هم اینجوری میگم، حالا سالک چون بیشتر به مبتدی میگن دیگه، و اینجا سالک همون پیر مغانه. بی خبر از راه و رسم منزلهایی که در راه هست. منزل اون مسیریه که باید بری. اون میداند که راه چگونه است، راه منزلگاه ها چگونه است، و ولو این که به تو چنین دستوری داد تو باید اطاعت کنی. مرا در حالا از منزل میاد به این منزل، و اون وقت ببینید این چهار بیت اتفاقا خیلی دوره ارتباط معنایش بهتره. یعنی از این بیت، بیت بعد و بیت بعد همینجور ارتباط دقیق میشه. سالک از راه و رسم منزل ها بی خبر نیست، مرا در منزل جانان چه امن عیش. این یه جور صنعت هم هست، رد و صدر الالعجز و رد و لعجز الاسد، یعنی کلمه ای که در آخر بیت میاد بیارن اوله بیت بعد. حالا این صاف اولش نبرده، ولی منزل ها بعد میگه مرا در منزل جانان. و جالب حافظین صنایعه و خیلی زیر پوستی و خفیف استفاده میکنه که آدم با چندین بار خوندن میفهمه. باز یه تناسب لفظی دیگه اینجا ببینین، مر در هر جر در جرس، فر در فریاد، بر بندید محمل ها. مر در هر جر فر بر، اینا موسیقی میده به شعر دیگه، روانش میکنه. مرا در منزل جانان چه امن عیش. امن و عیش هم داریم، ولی امن عیش بهتره. عیش به معنی زندگی و زندگی تو هم با لذت، و به معنی لذت اون وقت مجازن. من رسیدم به منزلگاه جانان. جانان یعنی معشوق دیگه، جان به اضافه الف و نون، یعنی کسی که برای آدمی به منزل جانه، یعنی معشوق. من در منزلگاه اوام، ولی امن عیش ندارم. میخوام عیش کنم، اون امن عیش در من نیست. این خیلی مهمه، به یار برسی و امن داشته باشی. جای دیگه هم حافظ میگه از چهار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک، امن و شراب بی غش. امن اینی که تو شیشتنگ خاطرت هم جمع باشه برای هر کاری. میگه از اضطراب کار مهیا نمیشود، سیل از دویدن است که دریا نمیشه. آدم باید به دلش بچسبه، من در منزل جانان به وصالم رسیدم، ولی امن عیش ندارم، چون در پی وصال فراق هست. و جرس، جرس اون زنگ، جرس زنگیه که ساربان رئیس کاروان میزنه. ببینید کاروان شب میرفتن یه جای اتراق میکرد، بعد اینا پراکنده میشدن دیگه، بلنگو و نمیدونم اینا هم که نداشته که، یه زنگ میزدن که آقا بادو بیا داره میریم، خواب نمونی، جا نمونی، کسی نبوده بره صدا کنه و پیداش کنه، هر کی یه طرفی افتاده بوده دیگه. حالا تو کاروان سرا باز محفوظ، گاهی وسط بیابون بعد اتراق میکردن دیگه، هر کی یه جای میرفت. و اینا بعضا جا میموندن، کسی رفته بوده دورتر و حالا جا هم نمونه. وقتی جرس رو میزنن، یعنی محمل ها را، محمل همون کجاوه، بار و بنه را ببندید که میخوایم سفر کنیم. من چه جوری چه عیشی دارم؟ این تصویر تصویره یه شعر عربیه بیشتر، که میگه من یه عاشقی هم دارم، میرم به منزلگاه معشوق رسیدم، دو روز مثلا اینجا هم دیگه رو دیدیم، ولی اون از شرق باید بره من از غرب، و فراق بینمون میفته. و فوق‌العاده بیت لطیفیه. وقتی جرس داره همین جور میگه که محمل ها را بربندید، من چه امن عیشی دارم. حالا این منزل جانان دنیا هم میتونه باشه. من در این دنیا چه امن عیشی میتونم داشته باشم وقتی که بانگ جرس هر لحظه میاد، بانگ جرس از پیش و پس میاد و فریاد میدارد که باید بری، کوچ کنین از این جهان. در این حالت چه امن عیشی برای آدمی میماند؟
بعد ببینین اون وقت این بیت چقدر تناسب داره در ادامه، شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. در واقع ما در دنیایی گرفتار شدیم یا در حالتی در پیش معشوق هستیم که شب تاریکی است، بیم موج هر لحظه است. حالا ببینن از وسط بیابون ما رو برد وسط دریا و گردابم اومده، یه گرداب هایل، هایل یا هایل یعنی هولناک، هایلم داریم به معنی رسانه ها ولی اون با هجیمیه، گردابی چون این ترسناک هولنگیز در پیش است. یه آیه در قرآن هست که خیلی مشهوره، که ظلمات فی بحر لجی یخشا موجون من فوقهی موجون من فوقهی سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. سوره نور آیه 40 میگه تاریکی هایی که در یه دریای ژرفیه که موج میاد بالای موج، تازه بالاش هم ابره و پشت در پشتم تاریکی. ما در این دنیای همچی حالتی داریم، در شب تاریک بیم موج و یه گردابی چون این حائل گرفتار شدیم. حال ما را سبکبارها، سبکباران ساحلها. حالا بارانم یه لحظه به ذهن میاد که با دریا و این بیم موج و اینا تناسب داره، ولی بحث سبکباریه، اونجا محمل بود اینجا سبکبار. یه دم سبکبار راحت در کنار دریا نشستن، مثل همون تصویری که تو آی آدم های نیما هست که آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندان. چقدر هم شعر بدی خدا، یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند. چیه این شعر؟ آدم معروف. من نیما رو از این جهت که یه راه جدیدی باز کرد که دوست دارم، اما چه تر شعر گفتن خدا که نفر دارد که دائم می سپارد جان. جان؟ عجب. حالا اینهایی که در ساحل سبکبار نشستند، کجا حال ما را می دانند. و بعد همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشیداری. باز اینم در قزوینی و سایه هست کشید آخر، ولی بقیه چاپا آری دارن، به نظر من آری هم بهتره. باز نسخه قدیم تر و بیشتر نسخه همین کشید آری داره و فهم کنم اول آخر گفته. حالا گفتنم که این آخر در تضاد با اون اوله، اول غزله که عشق آسانمون اول، بعد میگه کشید آخر، ولی به نظرم اول آخر هم اول غزله برده و بعد دیگه اینجا آخر رو تبدیل به آری کرده. مضاف بر این که به لحاظ موسیقایی هم خودکامی، بدنامی، آری، رازی اینا هست، همون جوری که نهان کیما ندان رازی کزان، نهان آن کزان، اینم خیلی بهتره تا کزو سازند که قزوینی و سایه دارن. کار من از خودکامگی به بدنامی کشید. اینو دکتر حمیدیان بازی دقت خوبی کردن و میگن که بیشتر شعرها این خودکامی و همین خودکامگی و اینا گرفتن، ولی که غلط هم نیست، ولی میگن که خودکامی در اینجا چیزیست در شماره بی‌پروایی و نزدیک به جنون عشق، که البته بی‌ریایی و صداقت در بیان حلاجوار مافز زمیر را نیز متضمن است. و از نظامی آوردن که پدر لیلی به پدر مجنون میگه فرزند تو هست گرچه بدرام یا پدرام، فرخ نبود چو هست خودکام. خودکام و توضیحش میگه دیوانگی همی نماید، دیوانه حریف ما نشاید. و ببینین این بهتره اینجور فهمیدن خودکامی تا مثلا خودکامگی بگیریم و خودسری. هرچند ادامه اون صحبت به می سجاده رنگین کنم میتونه باشه، یعنی من پیر نداشتم حرف که جای دیگه هم حافظ زده،
به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خیش نمودم صد اهتمام و نشد. اونم میتونه باشه، ولی این بهتره. من کارم از خودکامی به بدنامی کشید. وقت اگر چه آخر بخونیم چه آری، اینو به اصطلاح صنعت سحر حلال داره. یعنی هم میتونیم بگیم به بدنامی کشید آری، هم میتونیم به بدنامی کشید آری نهان که ایماند آن رازی. یعنی میتونیم قبل از آری کاما بذاریم یا بعد از آری. یه رازیه که از آن سازن محفل ها. محفل باش درست میکنن، مهمونی میدن با این راز ما، دوره هم جمع میشن، این چیزی که یه روزی راز بوده رو به عنوان نقل مهمونیشونه. و یه همچی چیزی معلومه نهان نمیماند. همه جا این داستان عشق ما آشکار شده. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها. حضور و غیبت، که غیبت یا غیبت داریم که پشت سر کسی حرف زدنه، و غیبت که مقابل حضوره. حضور یعنی حضور قلب به خدا داشتن، یار را با خود حس کردن، در محضر خدا خود را حس کردن، همراه با خدا بودن. میگه اگر میخوای همیشه با معشوق یا با خدا باشی، اگر حضور میخوای، حضور قلب میخوای، حضور خاطر میخوای، باید از یار قایم نشی، همیشه با یار باید باشی. متا ما، متا این ون تو انگلیسی هم به معنی کیه هم به معنی هنگامی که است. متا هم دقیقا همینجور، اینجا یعنی هنگامی که. متا ما، هنگامی که. تلقه، تلقه همونه که ما ملاقاتو ازش داریم، یعنی دیدن، لقا. هنگامی که کسی را که دوست داریم، منم عین هوه تو انگلیسی، یعنی هم به معنی چه کسیه هم به معنی کسی که، اینجا یعنی کسی که. هنگامی که کسی که تهوا، تهوا هوا در عربی یعنی عشق، تهوا یعنی دوستش داری. وقتی کسی که دوستش داری و دیدی، ملاقات کردی، دع، دع فعل امر، از همونی که ما باز در میبینیم میگم فارسی و عربی آمیخته است. ما متا رو تو فارسی نداریم ولی بقیه اونا رو همشو داشتیم. دع یعنی رها کن، وداع ما داریم ازش باز. دنیا هم که داریم، اهمل ها هم همین اهمال هم که میگیم، اهمال هم یعنی ول کردن یه چیزی. دع دنیا و اهملها، دنیا رو رها کن و فرو گذار. اهمال یعنی به خود فرو گذاشتن. اگر به یار رسیدی، بچسب به یار دیگه. مولوی میگه اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی، و اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی. به منکری بنشینی که این عجب کاری است، عجب تویی که هوای چنان عجب نکنی. حالا میگه متا ما تلق من تهوا دع دنیا و اهملها. وقتی به یاران رسیدی دیگه دنیا رو رها کن و به خود فرو گذار، یار را دریاب. حالا اگر حضور میخوای از یار غایب مشو. و این غایب شدن از یار، غایب نشدن از یار، مستلزم اینه که دع دنیا و اهملها، دنیا را فرو بگذاری و رها کن. خب امیدوارم که لذت برده باشین از این فایل. بازم توضیح دادم که اگر این فایل ها رو از یوتیوب گوش بدین، به لحاظ حقوق، حفظ حقوق معنوی مؤلف، من و دوستانی که اینا رو لطف میکنن به من و میذارن کمک کردین و ممنون میشم. باشه تا همینجا.